سرخط مهمترین خبرها. پایان اختلافات بر رهایی زندانیان گروه طالبان میان حکومت افغانستان و گروه طالبان. گروه طالبان فهرست بدیلی را برای رهایی نزدیک به 600 زندانی این گروه به حکومت افغانستان ارائه کردند. کاهش رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کشور. سرپرست وزارت صحت عامه میگوید که میزان ثبت رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کشور حدود 50% کاهش یافته است. امروز نسبت به 1.5 تا 2 ماه قبل وضعیت بهتر داریم. و انفجار موتر بم گذاری شده در میدان وردک. مقام های امنیتی میدان وردک میگویند که یک موتر هاموی پر از مواد انفجاری در نزدیک یک پسته نیروهای امنیتی در این ولایت انفجار کرده است. سلام، وقت شما بخیر. به خبر شش از نگاه خوش آمدید. امروز پنج شنبه 19 ماه سرطان سال 1399 خورشیدی است که برابر است با 9 ماه جولای سال 2020 میلادی. یک منبع در حکومت میگوید اختلاف هایی که مبنی بر رهایی حدود 600 زندانی طالبان وجود داشت، اکنون این اختلافات میان دولت افغانستان و گروه طالبان حل شده است. به گفته این منبع، گروه طالبان یک فهرست جدیدی را در اختیار حکومت افغانستان قرار داده است که بر اساس آن حکومت زندانیان طالبان را رها خواهد کرد. این در حالی است که پیش از این شورای امنیت ملی گفته بود که حدود 600 زندانی گروه طالبان را به دلیل ادعای حق العبدی رها نمی کند و آن گروه باید یک فهرست جدید از زندانیانشان را در اختیار حکومت قرار دهد. روز گذشته اعضای هیئت گفتگو کننده صلح گفتند که این هیئت آماده گفتگوها با طالبان است، اما تا کنون زمان آغاز این گفتگوها مشخص نشده است. با این حال اما گروه طالبان حکومت را به شدت بخشیدن خشونت ها متهم می سازند و بر رهایی مجموعه 5000 زندانی این گروه برای آغاز مذاکرات مستقیم تاکید دارند. بانک حکومت افغانستان می گوید که امیدوار است تا گفتگوهای میان افغانان در همین ماه آغاز شود، اما منابع در میان طالبان می گویند تا هنگامی که تمامی 5000 زندانی طالبان آزاد نشدند، گفتگوهای صلح آغاز نخواهند شد. مقام های محلی میدان وردک تایید کردند که 2 مهاجم قبل از رسیدن به هدف در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی از پا در آمدند. این رویداد امروز در ولسوالی سیدآباد میدان وردک به وقوع پیوسته است. سخنگوی والی میدان وردک گفته که مهاجمان میخواستند با استفاده از موتر بمگذاری شده یک کندک اردوی ملی را در ساحه شیخ‌آباد این ولسوالی هدف قرار دهند. وی می افزاید حوالی ساعت 4 صبح امروز طالبان مسلح می خواستند بر یک پسته نیروهای امنیتی با موتر بم حمله کنند که قبل از آن نیروهای امنیتی اقدام کردند و مهاجمان از پا در آمدند و نظامیان و افراد ملکی آسیبی نرسیده است. ولسوال سیدآباد میدان وردک می گوید که هنوز جزئیات تلفات و خسارات این رویداد با آنها گزارش نشده است. ولسوال سیدآباد میدان وردک افزود انفجار بسیار قوی بود و خسارات هنگفت مالی به مردم ملکی در ساحات بازار شیخ‌آباد و قریه های نزدیک آن وارد کرده است. هنوز مسئولیت این حمله را فرد یا گروه بر عهده نگرفته است. وزارت صحت عامه میگوید که میزان ثبت واقعات مثبت ویروس کرونا نسبت به 1.5 ماه قبل در کشور حدود 50% افزایش کاهش یافته است. احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه میگوید با آنکه کشور هنوز هم در بحران ویروس کرونا قرار دارد، اما ثبت رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کشور در مقایسه با چند ماه قبل
کاهش یافته است. با این حال بر بنیاد آمارهای وزارت صحت‌عامه در یک شبانه روز گذشته بیش از 300 رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده است. بون که در این اواخر میزان مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در کشور به گونه بی پیشینه افزایش یافته است، اما وزارت صحت عامه میگوید که میزان ثبت واقعات مثبت ویروس کرونا نسبت به 1.5 ماه قبل در کشور حدود 50% کاهش یافته است. احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه میگوید که میزان گسترش ویروس کرونا نسبت به گذشته کاهش یافته است. امروز نسبت به 1.5 تا 2 ماه قبل وضعیت بهتر داریم که نشان میده که تعداد واقعات مثبت در معایناتی که صورت میگیره که در 1.5 ماه گذشته بین 60 تا 70 فیصد بود، امروز به 30 الی 40 فیصد رسیده. لیکن بسیار به وضاحت ایره بیان میکنیم که ما هنوز در وضعیت بحران کرونا قرار داریم و هدف ما ای است که ما بتونیم تعداد واقعات مثبت به کمتر از 5 فیصد برسانیم و در او زمان گفته میتونیم که ما در یک وضعیت قرار گرفتیم که آهسته آهسته به طرف زندگی عادی خود شروع میکنیم. احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه اما در پیوند به انتقادهای گسترده مبنی بر کمبود اکسیژن در شفاخانه های کووید 19 میگوید که به این مشکل رسیدگی شده است. چالش کمبود اکسیژن در شفاخانه های افغانستان خاتمه یافته و به اندازه کافی مقدار اکسیژن در شفاخانه موجود است و به مردم خود اطمینان میدم که دیگر از این بابت تشویش نداشته باشند. ویروس کرونا نه تنها از طریق قطرات بزرگ بلکه از طریق قطرات کوچک هوایی هم انتقال پیدا میکنند، پس پوشیدن ماسک یک موضوع حتمی و ضروری میباشه. سرپرست وزارت صحت عامه در حالی که از کاهش ویروس کرونا در کشور خبر می‌دهد، اما بر بنیاد آمارهای این وزارت از جمله 716 واقع مشکوک به ویروس کرونا که در یک شبانه روز گذشته در لابراتوارهای کشور آزمایش شده است، 314 مورد آن مثبت تشخیص شده است. با ثبت این رویدادها شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 33908 رویداد افزایش یافته است. در این مدت 20 تن از بیمار کووید 19 جان باختند که شمار مجموعی قربانیان ویروس کرونا به 957 تن افزایش یافته است. در 24 ساعت گذشته از آزمایش 716 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 314 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 33908 رسانیده. همچنین 141 مورد بهبودی یافته و 20 مورد فوتی داشته. سرپرست وزارت صحت عامه تاکید کرد که شهروندان کشور باید دستورات پیشگیرانه صحی و فاصله اجتماعی را رعایت کنند. بر بنیاد آمارهای جهانی تا اکنون 550,000 تن در اثر مبتلا شدن به ویروس کرونا جان باختند و بیش از 12,051,000 تن دیگر به این ویروس مبتلا شدند. در همین حال مسئولان کمیته حالت اضطرار ویروس کرونا میگوید که بیش از 30 میلیون افغانی ادویه برای تداوی بیماران کووید 19 خریداری شده است. و گفته مسئولان کمیته مبارزه با ویروس کرونا، با انتقال این ادویه در شفاخانه های کووید 19 کمبود ادویه حل خواهد شد. با این حال اما والی کابل در پیوند به آغاز دروس مکاتب میگوید که دروس مکاتب به گونه حضوری به این زودی آغاز نخواهد شد. بدون بال انتقادهای گسترده مبنی بر نبود کمبود ادویه در شفاخانه های کووید 19، اکنون مسئولان کمیته حالت اضطرار مبارزه با ویروس کرونا میگوید که بیش از 30 میلیون افغانی ادویه برای شفاخانه های افغان ژاپن و محمد علی جناح خریداری شده است. با گفته مسئولان این کمیته، با انتقال این ادویه کمبود ادویه در شفاخانه های کووید 19 حل خواهد شد. دیروز پروسه تدارکات خریداری ادویجات برای دو شفاخانه در قدم اول خاتمه یافت که تمام نیازمندی هایی که مریضا دارن در شفاخانه او را ما در هفته آینده ایدوار در اختیارشان میگذاریم که هیچ مریض محتاج به این نشه خودش یا پایوازش بره از دواخانه
ادویه بخره. این تدارکاتش ختم شده، امروز فردا اونا این ادویه را تهیه میکنن. در هفته آینده شما را دعوت میکنیم یک جا با وزیر سه به این شفاخانه تسلیم میکنیم که همه قدم نیک است. اضافه 30 میلیون افغانی این ادویجات خریداری شده. در همین حال والی کابل از رعایت نکردن فاصله های اجتماعی از سوی شهروندان کشور انتقاد میکند. او میگوید که هنوز هم شهروندان کشور نسبت به ویروس کرونا بپروان. یعقوب حیدری والی کابل هشدار میدهد در صورتی که رستوران ها و پارک های تفریحی نکات صحی را رعایت نکنند از سوی کمیته حالت اضطرار مسدود خواهند شد. والی کابل اما در پیوند با آغاز مکاتب میگوید تا زمانی که ویروس کرونا در کنترل وزارت صحت عامه قرار نگیرد دروس مکاتب به گونه حضوری آغاز نخواهد شد. که از ما پرسان میکنن چرا مکاتب اجازه نمیتین در حالی که بازار باز شده. مکاتب اطفال که زیر سن 12 است اونها بسیار خطرناک است. در هیچ کشور ورا اجازه نمیتن که حتی از خانه بیرون شوند، با مغازه برن و یا ایست که بدون از اینکه نیاز به خدمات صحی داشته باشن محل زندگی خود ترک کنن، چون بسیار آسیب پذیر هستند. در عین حال دیگرای هم که میان خب باز اینا همی مرض هم میبرن به خانه. اینا ما خوی مکلفیت ما هست. در بازار هم اگر کسی آمده این هم ما تقدیر نکردیم. همیشه وزارت محترم صحت عامه گفته بدون نیازمندی از خانه نبرای. همزمان با همگیر شدن ویروس کرونا در جهان، عربستان سعودی اعلام کرد که مراسم حج امسال با حضور زائرین کشورهای خارجی برگزار نخواهد شد. اما تنها شهروندان عربستان سعودی با رعایت نکات صحی در مراسم حج به گونه محدود اشتراک خواهند کرد. اکنون وزارت حج و اوقاف نیز میگوید که زائرین تمامی مسلمانان جهان و شمول افغانستان به دلیل شیوع ویروس کرونا به عربستان سعودی برای ادای مراسم حج نخواهند رفت. معین وزارت حج و اوقاف از زائرین کشور خواست که هزینه هایشان را در این شرایط حساس کنونی به خانواده های بی بضاعت کمک نمایند. یکی از پیامدهای منفی گسترش ویروس کرونا در سطح جهان این بود که از ادای فریضه حج مسلمانان جهان محروم شدند. تعداد بسیار محدودی و هم در داخل عربستان سعودی با در نظر داشت معیارهای طبی مناسک حج را انجام میتن. مراسم حج در حال با حضور زائرین کشورهای خارجی برگزار نمی شود که همکنون در سراسر جهان بیش از 12 میلیون تن به ویروس کرونا مبتلا شدند. شماری از کارمندان قراردادی برکنار شده شفاخانه افغان جاپان برکناریشان را از این شفاخانه غیر قانونی عنوان می کنند. اینان مسئولان وزارت صحت عامه را به برخورد دوگانه و عدم مدیریت متهم کرده می گویند تیمی که به جای آنان استخدام شدند به حمایت شمار به گونه غیر قانونی و بدون در نظر داشت شایستگی استخدام شدند. با این حال این کارمندان برکنار شده هشدار می دهند در صورتی که به خواست آنان توجه جدی صورت نگیرد دست به اعتراضات گسترده خواهند زد. شماری از کارمندان قراردادی شفاخانه افغان ژاپن که چند پیش از این شفاخانه برکنار شده اند اکنون اینان با برگزاری یک نشست خبری برکناریشان را از شفاخانه افغان ژاپن غیر قانونی می دانند و ادعا می کنند که آنان به گونه توهین‌آمیز از کارشان برکنار شدند. آنان می گویند که اکنون تمامی این کارمندان در به سرنوشتی به سر می برند. تفاهم‌نامه این نقطه هم بود که ما بر سیما سر جلزا سرطان شفاخانه افغان ژاپن را به شکلی رضاکارانه ایما ایرا به پیش می برند. تیم مدیریتی معرفی می شود، دیگه ما رضاکارانه متخصصین خود میاریم اینجا و اونا قرار را به پیش می برند. متاسفانه در 11 سرطان بدون از اینکه ایما در جریان گذاشته شود از طرف شو 8 بجای شو تیم نو مدیریتی معرفی می شود. اونا هم به شکلی میان که تفنگچه هم روش هست، رئیس شفاخانه با تفنگچه می آید داخل شفاخانه. هر کس تهدید می کنه که ما تو را به سرمولی معرفی می کنیم، تو ایتور می کنیم، تو را ایتور می کنیم. خلاف تمام اخلاق طبابت، خلاف تمام نورم های اداری و مسلکی. با این حال این کارمندان برکنار شدن می گویند
تیمی که اکنون به جای آنان در شفاخانه افغان ژاپن استخدام شدند به گونه غیر قانونی به حمایت شماری بدون در نظر داشت شایستگی استخدام شدند. شما فکر بکنید که با وجود شرایط تنگی که امروز تمام دنیا را تکان داده و ابرقدرت‌های جهان جام کرده، افغانستان خو گله نیست که جام میکنه، اما با وجود امی هم چون زما احساس دارن که مادر هستن و دکتر هستن و باید مادر را نجات بدن، هیچ وقت کار خودم متوقف نساختن و کار کردن. وزیر سے برای ما گفتن که تیم نو کی است؟ تیم حمایتی است، نه تیم مدیریتی. حالان که در مکتوب رسما نوشته کرده که وارسی کننده و تیم مدیریتی، برای ما گفتن که تیم حمایتی است. بعض ما قبول کردیم، بعض برای این خود گفتیم که برن ما خدمت میکنیم. خیر است، یک چند روز مانده، 20 روز مانده ما بیازو میبریم. ما نمیخوام که تشنج به میان بیاید. کارمندان برکنار شده ای افغان ژاپن از مسئولان وزارت صحت عامه خواستند که به این مشکل به گونه جدی رسیدگی کرده، در غیر آن آنان به خاطر دست یافتن به حقوقشان دست به اعتراضات مدنی گسترده در بخش های مختلف کشور خواهند زد. رهبری وزارت صحت عامه باید مزد بخواه، اعاده حیثیت بکنه و از جناب رئیس جمهور افغانستان میخوام که اینا را با مدال های بزرگ دولتی مفتخر بکنه. و اگر وزارت صحت عامه و این تیم جدید مدیریتی که بد مشغوله در شفاخانه افغان ژاپن تعامل میکنه، این تعامل خود را ختم نسازه، 34 ولایت افغانستان مظاهره خواهد کرد و با سرکا میبرایم و از حیثیت کار رضاکار در افغانستان دفاع میکنیم. این انتقادها در حال ابراز می شود که پیش از این نیز شمار زیادی از خانواده های بیماران کووید 19 مسئولان درجه یک شفاخانه افغان ژاپن را به عدم عرضه خدمات درست صحی و فساد مالی متهم می کنند. سفیر استرالیا و کانادا در افغانستان نسبت به افزایش خشونت ها ابراز نگرانی می کنند و باور آنان افزایش خشونت ها از سوی گروه طالبان و امید مردم افغانستان را برای رسیدن به صلح با تهدید مواجه ساخته است. با این حال سفیران استرالیا و کانادا از طرف های درگیر خواسته است که برای اعتماد سازی و پیشرفت گفتگاه های صلح باید خشونت را کاهش داده و آتش بس بشر دوستانه را اعلام کنند. همزمان با نزدیک شدن به آغاز گفتگوهای بین الافغانی، سفیران استرالیا و کانادا در افغانستان با نشر اعلامیه مشترک گفته است که با وجود کاهش خشونت‌ها از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان، گروه طالبان همچنان به خشونتشان ادامه دادند. سفیران کشورهای کانادا و استرالیا این اقدام گروه طالبان را ناامید کننده خوانده و تأکید کرده است که گروه طالبان که ادعای نمایندگی بخشی از مردم افغانستان را دارند، انتظار چنین رفتار نمی رود. این کشورها بر کاهش خشونت ها تأکید کرده و گفتند باید گروه طالبان به افغان ها و سایر جهانیان نشان دهند که قصد انجام مذاکرات صلح مبنی بر حسن نیت را دارند. با این حال سفیران استرالیا و کانادا از طرف های درگیر می خواهد که برای اعتماد سازی و پیشرفت گفتگاه های صلح باید خشونت را کاهش داده و آتش بس بشر دوستانه را اعلام کنند. از سوی همانان با اشاره به حملات اخیر بر عالمان دین، کارمندان صحی، مدافعان حقوق بشر و مسئولین قضایی، این حملات را انزجارآمیز خوانده، گفتند که عاملان این رویدادها به صورت واضح قصد داشتند که جلوی بحث‌های آزاد و صدای نهادهای جامعه مدنی را بگیرند. سفیران کشورهای استرالیا و کانادا ابراز امیدواری کردند که این حملات صدای این نهادها را خاموش نمی توانند. با این حال آنان خواستار بررسی های کامل این حملات و محاکمه عاملان آنها شدند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پیش از این اتحاد اروپا و بریتانیا نیز از افزایش خشونت ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. این اتحادیه تأکید کرده بود که باید خشونت ها کاهش یابد و آتش بس تمام عیار در افغانستان برقرار شود. سازمان گزارشگران بدون مرز با محکومیت بازداشت دو خبرنگار محلی در ولایت های خوست و زابل توسط نیروهای امنیت ملی و فراخواندن خبرگزاری پژواک توسط
از نهادهای دولتی از رئیس جمهور اشرف غنی و امرالله صالح معاون نخست او خواسته است که قانون رسانه‌های همگانی را رعایت کنند. این سازمان با نشر اعلامیه با بازداشت یک خبرنگار به اتهام ناسزاگویی بر رئیس جمهور در زابل توسط امنیت ملی و اعتراف اجباری و اشاره کرده است، در حالی که به گفته این سازمان این خبرنگار گفته که حساب کاربر وی در فیسبوک هک شده و کسی دیگر به رئیس جمهور ناسزا گفته است. گزارشگران بدون مرز همچنان به قضیه فاروق جان منگل خبرنگار محلی و همکار خبرگزاری رویترز اشاره کرده است که به گفته این نهاد مسئولان حکومت بدون حکم محکمه منزل او را بازرسی کرده و با وی و برادرش رفتار نامناسب کرده است. با این حال سازمان گزارشگران بدون مرز از دولت افغانستان خواسته است که قانون رسانه‌های همگانی را رعایت و به آن احترام بگذارند تا رسانه‌ها وظیفه اطلاع رسانی خود از جمله وظیفه مبارزه با فساد را بدون اخلال انجام دهند. اداره انکشاف بین المللی امریکا به خاطر رساندن مواد غذایی به افراد بی‌بضاعت در افغانستان 49 میلیون دلار کمک می‌کند. بر اساس گزارش‌ها این کمک از طریق سازمان غذایی جهان به افراد نیازمند که در جریان همگیر شدن ویروس کرونا کارهایشان را از دست دادند توزیع خواهد شد. معاون رئیس این برنامه برای افغانستان میگوید که این کمک را در حال به دست آورده است که حدود 3 میلیون تن در افغانستان با کمبود جدی مواد غذایی روبرواند. کمک مواد خوراکی در قدم اول به تقریبا 1 میلیون تن از افراد که از جنگ و آفتهای طبیعی متاثر شدند رسانیده می شود. با همگیر شدن ویروسی کرونا بسیاری از شهروندان کشور به ویژه کارگرانی که درآمدی روزانه داشتند به دلیل نبودی کار با چالش های جدی اقتصادی روبرو شدند. در پی این نگرانی های اقتصادی سازمان غذای جهان در نظر دارد که امسال برای بیش از 10 میلیون شهروند افغان مواد خوراکی کمک کند. مسئولان این اداره در افغانستان می گوید که سازمان غذای جهان برنامه کمک مواد خوراکی را برای 7.2 میلیون شهروند افغان در سال 2020 ترتیب کرده بود، اما اکنون در نظر دارد که برای 3 میلیونی دیگر نیز در سال روانی میلادی مواد خوراکی کمک کند. با گفته این مسئولان سازمان غذای جهان در افغانستان این کمک ها با توجه به اوضاع قرنطین و نبود کار در افغانستان در نظر گرفته شده است. بر اساس یافته های نهاد جهانی 3 میلیون تن که تمامی آنان افرادی بی‌بضاعت هستند، با همگیر شدن ویروسی کرونا و وضع محدودیت برگشت و گذار در شهرها کارهایشان را از دست دادند. اکنون سازمان پروگرام غذای جهان در افغانستان میگوید که حدود 3 میلیون تن در افغانستان شدیداً به مواد غذایی نیاز دارند. سازمان پروگرام غذای جهان در اعلامیه گفته است که اداره انکشاف ایالات متحده در افغانستان به تازگی 49 میلیون دلار را در اختیار این اداره قرار داده است. پروگرام غذای جهان در نظر دارد که از این کمک ها برای نزدیک به 1 میلیون افغان مواد غذایی و پول نقد توزیع کنند. این کمک ها به جامعه متضرر از حوادث طبیعی و بحران، کودکان سوی تغذیه، زنان باردار و شیرده و کسانی که در عمر کاهش خطرات سهم می گیرند توزیع خواهند شد. با این حال معاون و سرپرست پروگرام غذای جهان در افغانستان از کمک تازه ایالات متحده سپاسگزاری کرده است. این در حالی است که قرار است بخشی از این کمک ها برای توانمندسازی ترانسپورت پروگرام غذای جهان در افغانستان که مسئولیت انتقال مواد غذایی به مناطق دوردست را دارد و همچنین در بخش خدمات هوایی بشری ملل متحد که به نمایندگی از جامعه بین المللی خدمات هوایی بشری را در افغانستان فراهم میکند مصرف خواهد شد. گروه طالبان اعلام کرده است که در ادامه روند آزادی زندانیان دولت افغانستان 15 زندانی نیروهای امنیتی و دفاعی توسط این گروه آزاد شدند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در تویت گفته که این زندانیان نیروهای دولتی امروز در ولایت غور آزاد شدند. طالبان پیش از این نیز در چندین مرحله نزدیک به 700 زندانی دولت افغانستان را در ولایت‌های مختلف کشور آزاد کرده بودند. دولت افغانستان اما گفته که تعداد از این افراد غیر نظامی‌اند. دولت افغانستان نیز در مقابل تاکنون بیش از 4000 زندانی گروه طالبان را از زندان‌ها در ولایت‌های مختلف کشور آزاد کرده‌اند.
مسئولان محلی در ولایت بغلان تایید میکنند که یک طیاره نوی سوپرتوکانی قل اردوی 217 پامیر در ولسوالی دورشی این ولایت سقوط کرده است. سخنگوی والی بغلان میگوید که این رویداد حوالی ساعت 11:30 پیش از چاشت امروز در منطقه دره اسکار ولسوالی دورشی رخ داده است. دلیل سقوط این طیاره مشکل تکنیکی عنوان شده و گفته است که این طیاره به منظور آموزش مسلکی نظامی استفاده می شد. به گفته مقام های امنیتی در این رویداد به کسی آسیب نرسیده است. گزارش وضعیت آب و هوا. بیننده های عزیز و این هم خبرهای از خارج کشور. با افزایش واقعات ابتلا به ویروس کرونا در امریکا شمار مبتلایان این بیماری در این کشور به بیش از 3 میلیون تن رسید. بر اساس آمارهای جهانی شمار مبتلایان کووید 19 در امریکا به 3 میلیون و 23 هزار تن و مرگ و میر ناشی از آن نزدیک به 132 هزار تن رسیده است. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در یک پیام توییتر نگاشته است که مرگ و میر ناشی از کووید 19 در امریکا ده چند کاهش یافته است. واقعات جدید این بیماری در ایالت‌های جنوبی امریکا به ویژه فلوریدا، تکساس و آریزونا افزایش یافته است. در این ایالت‌ها اکثر تشبثات که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مسدود شده بود بازگشایی شدند. تنها در 5 روز نخست ماه جولای کم و بیش 250 هزار مورد جدید کووید 19 در ایالات متحده امریکا ثبت شده است که در این مدت دو بار ایالت فلوریدا بیشترین آمار واقعات جدید را داشته است. در این حال والی فلوریدا گفته که بیشتر واقعات جدید ابتلا به کووید 19 در آن ایالت میان افراد بین 15 تا 44 ساله بوده است. وزارت صحت ترکیه گفت که شمار بهبودیافتگان از ویروس کرونا جدید یا کووید 19 در این کشور با مرخصی 2219 تن تا یک شبانه روز گذشته به 187511 تن رسیده است. بر اساس گزارش های رسیده در طول 24 ساعت گذشته 1041 مورد جدید ابتلا به کرونا ثبت شده و 22 تن دیگر جان باختند. با این ترتیب تعداد کل مبتلایان به 208938 تن و مجموع قربانیان نیز به 5282 تن افزایش یافته است. همچنین 3,782,520 تن تاکنون در سراسر ترکیه مورد آزمایش کرونا قرار گرفتند. در حال حاضر 1,172 تن از بیماران کرونایی در ترکیه در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری بوده و 406 بیمار دیگر نیز به دستگاه تنفسی وصل هستند. حکومت بریتانیا برای جبران خسارات اقتصادی ناشی از همگیری ویروس کرونا بودجه مصارف اساسی را در نظر گرفتند. مقام های بریتانیا روز گذشته یک بودجه خاص را برای مصارف اساسی به هدف جبران خسارات اقتصادی ناشی از بیماری همگیری کووید 19 و تغییر وضعیت در آن کشور اعلام کردند. این بودجه ترمیم مکاتب، اماکن مسکونی، سرکها و ترانسپورت عمومی را شامل می شود. تا کنون بیش از 287 هزار تن در بریتانیا به ویروس کرونا مبتلا شدند. مرگ و میر ناشی از آن به بیش از 44 هزار تن گزارش شده که بلندترین رقم تلفات این همگیری در اروپا است.
بر اساس گزارش ها طبق آمارهای پلیس تعداد قربانیان تظاهرات و خشونت های قومی در ایتوپیا که هفته گذشته در پی قتل یک خواننده پرطرفدار از اقلیت قومی اورومو آغاز شد به 239 تن رسیده است. هاچلو هونسا خواننده سرشناس که برای بسیاری از اقلیت‌های اورومی یک قهرمان و صدای مبارز علیه تبعیض تلقی می‌شد، روز دوشنبه گذشته توسط مردان مسلح ناشناس به قتل رسید. این حادثه با شعله‌ور کردن آتش خصومت‌های قومی روند انتقال مسالمت‌آمیز ایتوپیا به دموکراسی را به خطر انداخته است. در آدیس بابا پایتخت و مناطق اطرافیان که زادگاه اصلی اقلیت اورومو پر جمعیت ترین اقلیت قومی ایتوپیا است، در روزهای اخیر تظاهرات گسترده برپا شده است. مردمان این اقلیت معتقدند که همواره از نظر سیاسی و اقتصادی مورد تبعیض قرار گرفتند. مقام های دولت ایتوپیا عامل مرگ قربانیان را ترکیب از اعمال خشونت مرگبار از سوی ماموران پلیس و درگیری بین اقوام مختلف می دانند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از طرفهای درگیر در لیبیا خواست با توقف درگیری ها از فرایند سیاسی در این کشور حمایت کنند. آقای گوترش روز گذشته که در نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل متحد که در خصوص وضعیت لیبیا برگزار شد، اعلام کرد که مداخلات خارجی در بحران لیبیا به سطح بی سابقه ای رسیده است. او همچنین با اشاره بر لزوم توقف درگیری ها در این کشور جنگ زده، وضعیت مهاجرانی که از لیبیا خارج می شوند را نگران کننده خواند و افزود در نتیجه آخرین عملیات نظامی در جنوب طرابلس تقریبا 30,000 تن دیگر مجبور به ترک خانه های خود شدن و تعداد مهاجران و آوارگان به بیش از 400,000 تن افزایش یافته است. دبیر کل سازمان ملل همچنین با ابراز نارضایتی از دخالت کشورهای مختلف در بحران لیبیا اعلام کرد که حضور نیروهای نظامی کشورهای مختلف در این بحران موجب نگرانی است. بیننده های عزیز، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضور شما گردید. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت بخیر. خدا نگهدار.